در یه بازی دراماتیک و فوق‌العاده تماشایی، تیم آلومینیوم پرسپولیس رو از گردونه مسابقات جام حذفی خارج کرد. تراکتور هم موفق شد در ضیافت پنالتی ها تیم زوباهن رو شکست بده. اینجا درباره فوتبال صحبت میکنیم. بعدی خوش اومدید. شما در برنامه امشب هتریک درباره مرحله هشتم نهایی جام حذفی باشگاه ایران صحبت می‌کنیم که دیروز و امروز بازی‌هاش برگزار شدن. به مهمترین بازی‌های این مرحله می‌پردازیم، همینطور از واگذاری دو باشگاه پرهوادار استقلال و پرسپولیس می‌بینیم که بعد از این همه بگیر و ببند ظاهراً بالاخره به بخش خصوصی واگذار شدند و نگاهی هم به صعود تیم فوتسال ایران به دیدار نهایی جام فوتسال آسیا میاندازیم که در تایلند برگزار میشه. خوشحالم که توی این برنامه هم محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی در استودیو داریم، همینطور رها پوربخش که در بخش‌های مختلف برنامه به ما کمک میکنه. ما راجع به بازی پرسپولیس و آلومینیوم در ادامه برنامه صحبت میکنیم. بازی پرگل و جزایی بود. فیننده برنامه باشید، راجع به بازی حتما صحبت خواهیم کرد. اما بجز این مسابقه و همینطور بازی زوباهن و تراکتور که بازی حساسی بود و اون بازی هم به پنالتی کشیده شد، بازی‌های دیگه هم در مرحله هشتم نهایی جام حذفی ایران برگزار شد. بریم گل‌های این بازی‌ها رو به اتفاق مرور بکنیم، برمیگردیم صحبت می‌کنیم. تور ارسال می‌کنه به پشت محوطه جریمه برای محبی، فرصت برای مثل رفسنجان، سعید واسعی میکاره و توی دروازه. گل اول رو جلال الدین علی محمدی می‌زنه با شوت از راه دور. محمد حسین فلاح توپ رو ارسال میکنه به محوطه جریمه، فرصت برای پیکان از سمت راست، فرصت برای پیکان درون محوطه جریمه و در همین ابتدای نیمه دوم گل مساوی رو میزنن بازیکن پیکان و نتیجه رو 1-1 مساوی میکنن. در سوت خودش میدم آقای مهدی اجاقی، حرکت میکنه ثابت ایمانی، میزنه و به بیرون میزنه. نژاد مهدی تیموری هست، بازخواهی میکنم، میزنه و توی دروازه. میثم تیموری آخرین پنالتی رو برای مثل رفسنجان به گل تبدیل میکنه و جا به نفع تیم گلگهر هست. موقعیت برای تیم گلگهر و توی دروازه نه گل شد، گل شد، اعلام گل شد برای تیم گلگهر در دقیقه 21. بازخواهی شما 21 گل رو زد روی غافلگیری بازخواهی تیم فجر. یه حرکت قشنگ از بازیکن تیم گلگهر، ارسال زمینی، موقعیت برای تیم گلگهر و گل دوم روبرتو تورس. استقلالی‌ها تونستن کامبک بزنن به پرسپولیس، خیلی خوب بازی کرد. یه موقعیت برای تیم گلگهر و گل سوم، گل سوم رو تیم گلگهر به ثمر می‌رسونه. این مسئول ظاهر کاظمی‌نی که عرض کردمه. مرتضی منصوری، ادریس رحمانی، حرکت عالی سفید چوغایی، خبری هم از خطا نیست. پاس رو به عقب داریوش شجاعیان، یه بار دیگه خودش میتونه بزنه با پای چپ. داریوش شجاعیان در محوطه است، حالا این ضربه و توپ تو گل جا میگیره. مرتضی منصوری خیلی خوب کنترل میکنه توپ رو در مسیر پشت محوطه است. پاس برای بابک مرادی، ببینیم گل دوم رو میتونه بابک بزنه که جواب مثبته و با پای غیر تخصصی خودش بازم بهزاد نوروزی میفرسته، این بار بهتر. دفعه نصف و نیمه زور میخوره طاهر امینی. اکبر آفاقی با پای راست ارسال از جناحین و این ضربه عالی، یکی از گل‌ها جبران شد. یه موقعیت و گل بعدی رو هم زدن هواداری ها خیلی راحت. پدرام میخواد سانت انجام بده، میاد داخل محوطه جریمه، پدرام قاضی پور، خود پدرام صاحب توپ، اعلام پنالتی. محمد عمری و توی دروازه، گل برای ملوان. بازم سایپایی ها، حالا از سمت چپ ارسالی که انجام میشه و گل. محمد حسین خسروی، حالا پدرام قاضی پور، ابوذر هم کنارش ایستاده، خود ابوذر سفرزاده صاحب توپ میفرسته داخل محوطه جریمه. گل، گل برای ملوان، گل دوم و ورزشگاهی که منفجر میشه.
شب عجیبی بود در جام حذفی، خیلی از نتایج عجیب و غریب به دست اومد. مثل کرمان در مقابل چادرملو بازیشون یک مساوی شد و در ضربات پنالتی چادرملو پیروز تیمی که میخواد به لیگ برتر بیاد از اردکان. فجر سپاسی با 3 گل مغلوب گلگهر شد. خب کلاس بازی گلگهر متفاوت با فجر سپاسی و تونست 3-0 در شیراز پیروز بشه. هوادار 3-1 مثل سنگون رو شکست داد. بازی آلمین و پرسپولیس که در ادامه خواهیم دید، بازی تراکتور و زباهن هم 1-1 مساوی شد و در ضربات پنالتی این تراکتور بود که پیروز شد. ملوان هم 2-1 تیم سایپا رو برد، گلاشو دیدیم. و استقلال مولاسانی و سپاهان بازیشون 1-1 در وقت اضافه دنبال میشه. استقلال مولاسانی در وقت تلف شده بازی رو برد در واقع به وقت اضافی و الان بازی در وقت اضافی داره پیگیری میشه. اون بازی هم به ضربات پنالتی کشیده بشه. اما مهمترین بازی مرحله 1/8 نهایی جام حذفی در عراق برگزار شد. بازی از اون جهت حساسیت زیادی داشت که پرسپولیس در سال‌های اخیر معمولا در مقابل آلومینیوم به مشکل خورده بود و تنها شکست دوران سرمربیگری عثمان ویرا در پرسپولیس هم در خانه آلومینیوم رخ داده بود که سرخا در چارچوب هفته 16 لیگ برتر 1-0 مغلوب آلومینیوم عراق شده بودند. از اون بازی 71 روز میگذشت. پرسپولیس در این بازی هم علیرضا بهرامبند و امید عالیشاه رو به خاطر آسیب دیدگی در اختیار نداشت. بریم یه دقایقی از بازی رو ببینیم، برمیگردیم بیشتر راجع بهش صحبت می‌کنیم. مانع از نفوذهای او و زوج‌سازی با اورونوف بشن. آسان اورونوف، حرکت خوب اورونوف، با تکنیک بالای خودش اورونوف باید مراقبش باشه و توی دروازه. آسان لحظه تو گواهی عالی ایسان کسی و گل دوم، یه زحمه چی و تو بگی توی دروازه قرار میگیره. اصلا به جلو این بار در سمت راست ارسال کوتاه، همچنان خطر هست و این ضربه گل توی دروازه. ارسال محوطه جریمه، ضربه سر شروین بزرگ و این ضربه گل توی دروازه. چه گلی، کجا زد؟ عالی بود، عالی بود، چه گلی میزنه. تک سب کار میکنن از همونجا سینا اسد بگی و چه گلی میزنه، چه گلی میزنه. ایسان کثیر و ضربه آلی کثیر رو چهارمین گل به ثمر رسید. مشتبه حسینی ارسال بلند، ضربه ایسان گل توی دروازه. باز هم شروین بزرگ، جویر پاسکاری خوب نیموچی حرکتی که انجام میده، پاس به دهانه دروازه، گل توی دروازه. 3-3 مساوی. نقی‌زاده بود، نقی‌زاده گل میزنه و سوت پایان بازی به زدن گل. یکی مصمم برای گرفتن پنالتی، کنانی‌زادگان و برخلاف جهت پنالتی خوبی میزنه. ببینیم در این صحنه چه خواهد کرد. نوری و تیر دروازه. سقف سیاه پنالتی زدن اونها آشنا هست. نعمتی حالا ضربه و گل، ضربه پنالتی. موسوی و به مانند حرکت، یه مکس و گل. حالا همه چیز برابر میشه. سینا اسد بگی حرکت و حاجیدی و گل برخلاف حرکت گیورگی گولسیانی حرکت و برخلاف جهت پاچپ امیری و میگیره پنالتی بعید امیری رو میگیره. امیر رضا رفیعی جوان خود نمایی میکنه. نقی‌زاده و تمام. بله، یه بازی بسیار تماشایی و زیبا. چقدر گل قشنگ داشت این مسابقه. بازم پرسپولیس برابر آلومینیوم شکست خورد، البته این بار در ضربات پنالتی.
بجز اون پیروزی در لیگ برتر که با سوی 1-0 خدمتتون عرض کردم روز 21 فروردین ماه سال 1401 هم در جام حذفی بازم این دو تیم با هم بازی کردن که آلومینیوم در دور 1/4 نهایی نه 1/8 نهایی مثل الان 3-2 پرسپولیس شکست داده بود. اونا در سالیان اخیر راه بردن پرسپولیس از هر تیم دیگه بهتر بلد هستند. پرسپولیس دو بار در وقت معمول و وقت اضافه برتری دو گله خودش رو از دست داد. این نشون میده که میل زیادی داشتن شاگردان مشتبه حسینی به برگشت به این مسابقه. بسیار با رویه و جنگنده ظاهر شدن و دوست داشتن که بازی رو ببازن. یه بار دقیقه 85 و وقتای تلف شده گل زدن، بازی رو 2-2 کردن. در وقت اضافه هم که دقایق 110 و 121 تونستن گل بزنن. در پنالتی‌ها با اینکه عقب افتاده بودن بازم تسلیم نشدن و تونستن که بازی رو ببرن. نبودن علیرضا بیرانوند در این بازی خودش رو نشون داد. امیررضا رفیعی بعد از اینکه 444 دقیقه کلین شیت کرده بود توی بازی‌های گذشته، یک بار 4 گل خورد. عثمان در این مسابقه کارو تموم شده دونست، مهره‌های کلیدی خودش رو بیرون کشید. مهدی ترابی، سروش رفیعی، استون اورونوف و عبدالکریم حسن همگی تعویض شدند و حالا پرسپولیس در کنار استقلال جایی در جام حذفی نداره. دو تیمی که پر افتخارترین تیم‌های این مسابقات به شمار میان. محمد، پرسپولیس هم بازی رو واگذار کرد و فکر می‌کنم که هوادار پرسپولیس خیلی ناراحت شدن از این اتفاق. فکر می‌کنم روزای سخت عثمان تازه فرا رسیده، واقعاً رسیده دیگه، چون این هفته بود با سپاهان بازی کنه و الان باید اون توانایی خودش رو ببینه. از لحاظ فنی من بازم میگم همیشه اعتقادم هر مربی مطمئناً توانایی فنی مخصوص به خاص خودش رو داره. هیچ وقت ما نمی‌تونیم بگیم مربی کمبود مزدات فنی داره. همه مربی‌ها اون تشخیص فوتبالشون دارن. یه جایی با تصمیمات بگیرن و نشون بدن که پخته شدن. ببین من ابتدا در مورد آلومینیوم بگم. فقط اینو بگیم که آنالیز بازی میونه برای شنبه، چون الان وقت نشد. واقعا بازی همین چند دقیقه پیش تموم شد. ما اگر بگیم پرسپولیس بد بود با آنالیز و در واقع این باعث شد که آلومینیوم مرگ ببره، نه. آلومینیوم بی‌نظیر بود. چرا میگم بی‌نظیر بود؟ تیمی که دو بار، حتی سه بار، دو بار تو جریان بازی تو بین از دقیقه 1 دقیقه 120 دو بار عقب میفته، بر میگرده و در پنالتی ها دوباره بر میگرده، یعنی اینکه میگه من میتونم. این توانستن خیلی مهمه، تیم میتونه داشته باشه که آلمان علاوه این بازیکناش خیلی خوب این کار انجام دادن، بی‌نظیر کار کردم. نمیشه شما دو بار تو طول در واقع بازی عقب بیفتی با دو تا گل، نه یه گل، برگردی به بازی. یعنی کار آلمانی عراق واقعا بی‌نظیر بود، هیچ شکی توش نیست. اما این موضوعی که در تیم پرسپولیس باعث یه سوال بزرگه میگن از یه سوراخ دوبار گزیده نشی. یه بار دو هیچ جلو بودی، دو دو شدی، چرا در جریان بازی که 4-2 شدید چه اتفاقی میفته دوباره تو گل دیگه میخوری؟ وقتی گل سوم شما میخوری اونجا اون زنگ خطره به صدا در میاد. حتما باید مربی بدونه آها الان وقتش، الان باید یه کاری بکنه. اونجاست که خیلی مهمه شما بتونی یه تعویض بکنی. حالا میگم 5 تعویض کردم چون وقت اضافه بود، میتونی چه تعویض دیگه هم بکنه یا یه جوری بازی رو بکشه. حالا میگم که این راجع به تعویضاش صحبت کنیم. این بازیکن با تجربه و کلیدی رو بیرون کشید. دقیقا میخواستم همین رو بگم که حالا چرا این تعویضا جواب نداد. ببینید فکر میکنم همه شما با من موافقین، رها که بیشتر دنبال میکنه پرسپولیس این تیمای صدر جدول، فکر میکنم میدونین که پرسپولیس دفاع کردن بلد نیست. همه ما میدونیم پرسپولیس هر موقع دفاع کنه همین اتفاق براش میفته. پرسپولیس دفاع رو یه جور دیگه میکنه. چیکار میکنه؟ حفظ توپ میکنه. یعنی توپو نگه میداره تا اونجایی که میشه توپو به حریف نمیده. ما بازی قبل نشون پرسپولیس خیلی خوب بازی رو مدیریت میکنه. مدیریت کردن که توپو نگه میداره، توپو به حریف نمیده، تاچ هم توپ حریف توپ نداشته باشه گل هم نمیخوره دیگه، درسته؟ شما وقتی دو هیچ نیمه اول، شما اگه تیم پرسپولیس به صورت یک موتور تجسم کنید که من گفتم اون روز گفتم که مسعود ریگی واشر است، این واشری که همه رو تشکیل، اما موتور اصلی مغز متفکر این سیستم که توپو نگه می‌داره سروش رفیعیه. شما وقتی سروش رفیعی می‌کشی بیرون فکر کنم یه اختیارم داشت، اما خب بازی سپاهان هم نزدیک شد به خاطر اون بوده. یک یکی میریم جلو، سروش رفیعی رو وقتی می‌کشی بیرون این خلأ بزرگ به وجود میاد. خیلی خوب، ایراد نداره. سروش رفیعی میاد بیرونش، یه اتفاقی تو تیمت میفته، دو تا گل می‌خوری. شما تو این شرایط که دو تا دفاع کنارات هم عوض میکنی، یعنی عبدالکریم حسن میاد بیرون، از این و دانیال اسماعیل فر میپسی جلو، فرجی میاد، دو تا دفاع کناری که هیچ کدومشون دفاع کنار نیستن. آره من میتونستم قبول کنم که بیا سه دفاعه بازی کنه و دانیال اسماعیل فر سر جاش بمونه. شما وقتی خط دفاعی تو 50% خط دفاعی تو عوض کردی دیگه، خب این هارمونی نداره دیگه، هارمونی نداره. با اون که حالا اعتقاد دارم که رفیعی دروازه‌بان جوونیه، اما من هیچ کدوم از این گلا رو مقصر نمیدونم، واقعا هیچ کدومش رو مقصر نمیدونم، چون هر گلی از یکی قشنگ‌تر و محکم‌تر بود. گل چهارمش که داد کنار هر کی بود می‌خورد، گل اول دوم می‌شم که حالا گل سوم می‌شه میتونست بگیم بیاد بیرون. اما نکته‌ای که به نظر من خیلی مهمه
چرا این تعویضات انجام شد؟ چرا مثلا در واقع یه دفعه عبدالکریم حسن هنارو حتی وقتی 4-2 بودن اگه اشتباه نکنم 4-2 یا 4-3 جلو بودن ایسال کثیر میاد بیرون. اینا نشون میده که مطمئنا سرمربی تیم پرسپولیس اسمال، من اینجوری فکر میکنم، فکر میکرد بازی تموم شده وقتی 2-0 بودن، فکر میکرد بازی تموم شده، 4-2 هم شدن فکر میکرد بازی تموم شده. شما 89 دقیقه بازی میکنی یه دقیقه همه چی عوض میشه، 119 دقیقه فوتبال بازی میکنی یه دقیقه همه چی عوض میشه. پس این خیلی مهمه. حالا جالبه زیبایی فوتباله. آره لیست بازیکنای رو نیمکتش نگاه میکردم دیگه بازیکن بالای 23 سالی هم نداشت، نه استرادش همه رو باید تعویض بکنه. راجب نشست خبریش هم توضیح بده راو برامون چه اتفاقی افتاد. تا اونجایی که من داشتم پیگیری میکردم از عثمان پرسیدم در مورد همین تعویضها و اینکه آیا به فکر بازی سپاهان بوده و همه رو تکذیب کرد، گفت نه من میخواستم که بقیه بازیکن‌ها هم بازی کنن استراحت بکنن و اشاره کرده بود برای بازی سپاهان. نه نه خودش گفتش که من در جواب خبرنگارا گفتش که نه من اصلا به بازی سپاهان فکر نمی‌کردم، من میخواستم که بقیه بازیکن‌ها هم بازی بکنن، وقتی که نتیجه جلو بودن پیش بینی کردم که خب میتونم که مثلا میتونن بازیکن‌ها بازی رو مدیریت بکنن، به بازی سپاهان فکر نمی‌کردم. به یک سوال بی ربطی هم ازش پرسیدن در مورد تمدید قرارداد که اینجوری بود که من الان 1000 تا یاسمن دارم. ببینید اصلا من از عثمان ایراد نمیگیرم، چون ممکن منم همین کارو بکنم وقتی تیمم 2-0 جلوه، ممکن این کارو بکنم بازیکن جوون رو بزنم و مطمئن باشید هر مربی تفکرش اینه که 4 روز بعد با تیم سپاهان بازی مهمترین بازی اساسشه که میتونه لیگو از دست. من مطمئنم اینجوری تفکر، اگه نداشته باشه مربی نیست، ببخشید اگه نیست، مطمئنا داشته. اما یه زمانی اتفاقاتی تو فوتبال میفته دیگه، مهم اینه که شما بتونید مدیریت کنید. پرسپولیس زمانی که توپ نداره نمیتونه تیمش بازی رو مدیریت کنه، یعنی گیم منیجمنتش ضعیف میشه که طبیعتا این بود یه تجربه. حالا جالب ازش پرسیدن راجع به بیرانوند، خب چرا بیرانوند بازی ندادی؟ چون رفیع 4 تا بازی 4 تا کلین شیت کرده بود، گفتش که من فکر میکردم که این بازی هم در میاد. بله، اما استقلال ملاسانی هم در مقابل سپاهان آخرش 2-1 شکست خورد در وقت اضافه و سپاهان دیگه از این مرحله تونست عبور بکنه، یکی از شانس‌های مسلم کسب عنوان قهرمانی هم خواهد بود. اما مهمترین خبر فوتبالی هفته گذشته خبر واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال بود. وزارت ورزش تصمیم گرفت قبل از اینکه بار دیگه خبر حذف این دو باشگاه از لیگ جدید نخبگان آسیا رو بشنویم، به نوعی استقلال و پرسپولیس رو نجات بده و باعث بشه که اونا حذف نشن. برای اینکه وارد بحث در این مورد بشیم بریم صحبت‌های رضا غیبی خبرنگار اقتصادی رو بشنویم، بعد هم رها در استودیو برام بیشتر راجع به اتفاقات این هفته در ارتباط با پرسپولیس استقلال توضیح میده. در مورد این واگذاری و البته فروش به نوعی میشه گفت، نکته اساسی اینه که آیا این دوتا مجموعه و دوتا هولدینگی که کنسرسیومی که این باشگاه ها رو در اختیار گرفتن توانایی پوشش مالی رو دارن، اصلا در چه وضعیت اقتصادی قرار دارن. نکته اساسی اینه که خب هولدینگی که به اسم خلیج فارس مالکیت استقلال رو و سهام عمدش رو در دست گرفته یک چیزی حدود میشه گفت 120 میلیارد دلار ارزش دارایی هاشه و سود سالانه‌ای که ثبت کرده بیش از 75 هزار میلیارد تومان در سال گذشته بود. این اتفاقی که در این مجموعه رخ داده، یا بانک ها هم همینطور، بانک ها هم عمل کرده دردشون نشون میده که از وضعیت بسیار مطلوب و خوبی برخوردار هستن و همین نکته نشون میده که این دوتا باشگاه بالاخره بعد از 4 دهه به مجموعه هایی واگذار شدن که میتوانند نیازهای اولیه خودشون رو پاس کنن. مثلا همین بانک ها، مجموع کنسرسیوم بانک هایی که پرسپولیس رو در اختیار گرفتن در سال 1402 نزدیک به 1070 میلیارد تومان هزینه تبلیغاتشون بوده. خب قاعدتا میتوانن بخشی از اون رو متمرکز کنن در باشگاه پرسپولیس، یا دیدیم که اشاره شده یک نئوبانکی میخوان راه اندازی بکنن و برآورد شده اگر 10 میلیون هوادار پرسپولیس در این نئوبانک حساب باز کنن میتوانن سالانه 500 میلیارد تومان از محل تراکنش ها بودجه پرسپولیس رو تامین کنن بدون اینکه هزینه اضافی به بانک ها تحمیل بشه، یا اگر این کار رو هم انجام ندهن از محل بودجه تبلیغاتشون که 1070 میلیارد تومان در سال گذشته بوده که قاعدتا امسال هم افزایش 20-30% داره، میتونن 500-600 میلیارد تومان به راحتی تزریق کنن به این باشگاه. در اون بخش هم هلدینگ خلیج
فارس هم همینه، اونجا یک مقدار کار مشکل تره و خب توجیه فنی باید براش داشته باشن، هزینه کرد مثل بانک ها به این راحتی و درآمدزاییت به این راحتی نخواهد بود. بله، از وقتی یادمون میاد داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم، خصوصی سازی این دوتا باشگاه. رها در استودیو است، بیشتر اون توضیح میده. رها مرسی. پس از سالها کشوق و سر واگذاری و استقلال پرسپولیس به بخش خصوصی، بار دیگر حاکمیت برابر یک نهاد بین‌المللی تسلیم شد و این بار کنفدراسیون فوتبال آسیا به تفکیک مالکیت این دو دولت را به صرافت واگذاری سرخابی‌ها انداخت. بنا به عادت دولت جمهوری اسلامی بارها و بارها تصمیم گیری درباره چگونگی واگذاری استقلال پرسپولیس یک گام مونده به اجرا منتفی شد و تغییر کرد. واگذاری سهام پرسپولیس به 60 در عوض بدهی دولت، واگذاری سهام استقلال به بانک تجارت و پرسپولیس به بانک ملت، واگذاری 81% سهام پرسپولیس به گروهی متشکل از چند بانک با سهم‌های مختلف و تداوم مالکیت وزارت ورزش بر باشگاه استقلال، تصمیماتی که همگی به سرعت تغییر کرد و در نهایت وزارت ورزش به صورت رسمی از مشتریان جدید برای 85% سهام استقلال و پرسپولیس رونمایی کرد. بریم صحبت‌های مدیران عامل استقلال و پرسپولیس رو بشنویم و برگردیم ببینیم مالکیت این تیم‌ها چی شد. من میتونم به جرأت بگم که امروز روز 5 اردیبهشت بزرگترین اتفاقی که برای باشگاه استقلال افتاد بعد از قهرمانیش در جام باشگاه آسیا در سال 1990 بعد از انقلاب، این بزرگترین اتفاق باشگاه استقلال بود. غیر ممکنی رو ممکن دیدیم امروز. خب، این زغزدگی مدیران سرخابی به دلیل این مالکان جدیده، مجتمع صنایع پتروشیمی خلیج فارس به همراه چند شرکت تابعه به عنوان خریدار استقلال و کنسرسیومی با حضور 6 بانک به عنوان خریدار پرسپولیس معرفی شدند. بالاخره واگذاری 2 باشگاه رسمی نهایی شد. رسمی و نهایی شد تا یه بار دیگه جمهوری اسلامی از یک موضع مستبدانه خود در ورزش به واسطه فشارهای بین‌المللی عقب نشینی کنه. البته هنوز مشخص نیست این واگذاری هم مانند رفع ممنوعیت ورود زنان به استادیوم ها نمایشیه یا واقعاً بالاخره 2 باشگاه پرطرفدار پایتخت از مالکیت مشترک و دولتی بودن خلاص شدن. در مورد نفس واگذاری، ببینید واگذاری یعنی فروشی که انجام شده، در نهایت عرض کردم به نفع 2 باشگاه خواهد بود. باشگاه میتونن بحث مشکلات مالی خودشون رو حل بکنن، از این بحران‌ها بالاخره خلاص بشن، ولی نکته اساسی اینجاست که هلدینگ خلیج فارس ذاتاً یک مجموعه نیمه دولتی حساب میشه، یا از اونور بانک‌ها به واسطه تسلطی که بانک مرکزی اونها داره و دولت اعمال نفوذ بسیاری میتونه اونجا داشته باشه، در نهایت اگر قرار باشه دولت بخواد یک بهره برداری سیاسی از این 2 باشگاه انجام بده، کماکان خواهد توانست از هلدینگ خلیج فارس که مدیر عامل الانش رئیس پیشین صدا و سیما هست گرفته تا همین بانک شهر که بالاخره وابسته به شهرداری های کل کشور است و عملا میشه گفت مجموعه های حکومتی هستن که در پس پرده مجددن دارن این 2 باشگاه رو هدایت میکنن و به باور من کماکان شاهد خواهیم بود که دولت اعمال نفوذ کنه به عنوان خلوت سیاسی خودش از هیئت مدیره و حتی مدیر عاملان این باشگاه استفاده بکنه و پتانسیل اجتماعی که این 2 باشگاه استفاده داره در شرایط خاص بخواد بهره برداری بکنه، این اتفاق کماکان پابرجا خواهد بود، هرچند یک مقدار شدت و حدتش نسبت به گذشته کمتر خواهد بود و این باشگاه ها بالاخره به نظر من میتونن یک روی خوش آرامش رو از بعد مالی تجربه کنه. بله، بالاخره بعد از مدت‌ها وعده و وعید و در ظاهر این 2 باشگاه واگذار شدن زیر فشار بین‌المللی زیاد. قبل از هر چیز این رو بگم که هر 2 باشگاه تاج و پرسپولیس، خصوصا تاج، تا قبل از انقلاب 57 کلی ورزشگاه مال و اموال داشتن که به دست شورشیای 57 از دستشون در اومد و به دست دولت افتاد. اما کیه که ندونه هم بانک‌ها و هم پتروشیمی کاملا زیر نظر دولت هستند. این نکته جالب از الان اینه که هواداری استقلال پرسپولیس باید منتظر دیدن چهره‌های کاملا بی‌ربط با ورزش و فوتبال باشن. تصویری که پشت سر من می‌بینید
همونطور که قبلا هم رخ داده و افراد غیر فوتبالی وارد ورزش شدن. عبدالعلی علی عسکری مدیر صدا سیما بین سالهای 95 تا 1400 مدیر عامل پتروشیمی خلیج فارس، او سابقه مدیریتی طولانی در همه موارد داره بجز ورزش. حالا استرودیو باید عادت بکنن که چهره او رو ببینن. و از اون طرف محمد مهدی احمدی مدیر عامل بانک شهر که داماد محسن رضایی، برادر عروس باقر قالیباف و برادر داماد رحمانی فضلی، که پرسپولیسیان باید منتظر باشن که این چهره حکومتی رو در کنار تیمشون ببینن. میخوام راجع به این موضوع بیشتر صحبت بکنیم. محمد، بالاخره این دوتا باشگاه یه جورایی واگذار شدند تا از زیر این فشار در بیاد وزارت ورزش. اصلا من فکر میکنم اصلا واقعا بازیه. ببینید، من یه سوال بزرگ دارم، چند روز پیش داشتیم با هم صحبت میکنیم، واقعا بی جوابه. 10% اگه اشتباه نکنم سهام باشگاه اسکوای پرس 2 سال پیش مردم فروش. خب الان این مردم سهامدار مگه نیستن؟ چرا؟ خب اینا نباید تصمیم بگیرن توی این در واقع تصمیم گیری، یعنی قرار بگن که خب کی قراره بخره، کی قراره بگیره، و اصلا مهمتر سهامشون چی شده. الان من سهامدار استقلالم، میخوام برم سهامم بفروشم، کسی سهام منو میخره؟ پول من اصلا چی شد؟ من اصلا سهام استقلال خریدم، پولم چی شد؟ الان باشگاه استقلال هوادارهایی که من استقلال میگم چون تیم خودم رو میگم، نمیخواد پرسپولیس مایه بذارم، از استقلال میگم. الان هوادار استقلال باید برن جوابشون رو از کی بگیرن، کی قراره. ببینید الان من دیدم توی این بانک که پرسپولیس گرفته گفته ما میخوایم نمیدونم اینجوری کنیم که نو بانک درست کنیم، سفره جدید باز شد. این قشنگ، یعنی عذر میخوام، نمیخوام منفی باف باشم، من واقعا نمیخوام منفی باف باشم، هیچ وقت آدم نباید قضاوت کنه جلو. اما نکته ای که یه سواله، هم از شما میتونم بپرسم هم شما رها جان، کدوم سیستم، کدوم بنگاه اقتصادی ایران الان در حال حاضر پولسازه؟ حتی آقای غیبی اعتقاد داشت که پولساز هستن برای خودشون. آره برای خودشون. برای خودشون. بله. یه مقدارش هم میدم این دوتا باشگاه دیگه. برای خودشون. آقای احمدی توی مصاحبهش اشاره کرد که همین الان دوتا باشگاه بیش از 2.5 میلیون یورو به بانک شهر بدهکارن و وزارت ورزش گفته که ما این پولو میدیم. حالا شما این تیم‌ها رو بردارید، اون بدهی رو هم ما میدیم. نه، اینکه پول سازن از کجا پول گرفته میشه؟ ببین، آیا یک نیروی خارجی، یک سرمایه خارجی وارد میشه؟ بالاخره باید بازاری باشه، سرمایه‌گذار بیاد خرج کنه. این پول از کجا تامین میشه؟ این پول سازی از کجا تامین میشه؟ عجیب مردم دیگه، درسته؟ یا از کجا؟ از منابع دیگه. خلیج فارس نفت مالکیه، مال ایران دیگه، از خودش، یعنی از خودشونه. این چیزی نیست که فوتبال بسازه. به فوتبال ایران پول نمیسازه. چرا نمیسازه؟ حق پخش نداریم. هزار بار گفتیم حق پخش نداریم. وقتی شما حق پخش نداری، خب پول از کجا ساخته بشه؟ متاسفانه بارها وعده وعید هم میدن که حق پخش بالاخره حل میشه، همین تا 6 ماه دیگه حل میشه، دوباره نمیدونم تا یه سال دیگه حل میشه. هیچ وقت هم نه، اصلا کپی رایت نداریم. ببینید من همه، ببین بازم میگم، من چند بار گفتم دیگه، به قول قدیمی میگن زبونمون مو در آورده. تمام باشگاه دنیا، بزرگی باشگاه دنیا بر مبنای ظرفیت استادیوم‌هاشه، درسته؟ میگم مثلا رئال مادرید باشگاه بزرگ 100,000 تماشاگر داره، یا باشگاه مثل لیورپول الان میگه من باید استادیوم بزرگتر کنم، چلسی میگه من باید استادیوم بزرگتر کنم، منچستر، اینا که وقتی هرچی بزرگتر میشن میگن استادیوم بزرگتر باشه. برای چی؟ بلیت فروشی یک بخشی از نشون دهنده اینکه یه تیم پول داره. ما تو استقلال پرسپولیس داریم چنین چیزی که یه استادیوم خاص داشته باشن خودشون، 80,000 نفر بریم. ما میبینیم که مثلا تبریز 80,000 نفر میان، آقای زنجی مجبور مجانی بذاره، حقم داره، هوادارا هم حق دارن. خب کجا درآمد داشتن بیان بس؟ الان به همین اعتراض کردن، گفتن که نباید با بازی چیز باشه، مجانی باشه، باید بلیت فروشی اتفاق بیفته. خب بلیت فروشی، خیلی خوب بلیت فروشی بکنی، چی به این تماشاگر میدی؟ صندلی تمیز میدی، سرویس بهداشتی تمیز میدی، غذای خوب سرویس میکنین؟ هیچ وقتی نیست. بازی خوبم که ندیدم، عذر میخوام این حرف میذارم، زمین چمنام نابود، هوام که نمیدونم که کثیف، عذر میخوام. به باز من اعتقاد دارم، بازم نمیخوام منفی باف باشم، اما این یه بازی جدیده که استاق پرسپولیس در اختیار اینا باشه و بتونه ازش سوء استفاده کنه. نمیگم سوء استفاده، من از نگاه هواداری که نگاه میکردم، نظرات هواداران پیگیری میکردم، اونا فکر کنم خیلی روشنه براشون که فقط این یه بازی بود که مجوز حرفه‌ای رو بگیرن و حالا این فصل حذف نشن. انقدر از فضای هواداری و فوتبال دورن که این آقای احمدی میگفت ما میخوایم تیم ببندیم برای قهرمانی آسیا. گفتم آها، شما حالا به فامیلات بچسب که ببینیم چی میشه در نهایت. اما امروز یه بازی حساس هم در تبریز برگزار شد. تراکتور و زباهن، دو تیم قدیمی فوتبال ایران، در چارچوب جام حذفی به میدان رفتند. 3 بازی بدون برد برای تراکتور، مشکلات
متعدد این تیم رو نشون میداد. در نهایت پاکو خمه سه به دلیل حملات جمهوری اسلامی اسرائیل به همدیگه از تراکتور جدا شد، ولی با کنار رفتن او تراکتور برشکل در مقابل نساجی قرنشین بازم باخت. در نهایت مطهری بود که حمید مطهری بود که اومد به عنوان اینکه دستیار امیر قرنی از تیم ملی جدا شد و به طور موقت مربیگری تراکتور رو در دست گرفت. زوباهن روز 24 فروردین با حساب 4-1 تراکتور رو در تبریز برده بود. بریم ببینیم که این یکی مسابقه در جام حذفی چه اتفاقی درش افتاد. ناکامی های لیگ رو جبران بکنن ریکاردو آلوز سمت راست صاحب توپ میشه، رو پای چپش میفرسته توپ رو، موقعیت برای تراکتور، ضربه ای که زده میشه، توپ راهی کورنر شد. مساوی به پایان رسید. حالا ببینیم که با صحبت‌های مربیان چه اتفاقی در 45 دقیقه دوم خواهد افتاد. در همین ابتدا بازیکنان تراکتور فرصت و گل زده میشه و تراکتور یکی جلو میفته. زوبی آزاد توپ، آذرباد خطرناک، برسد داخل محوطه جریمه و گل برای زوباهن. تمام، 120 دقیقه تمام میشه. ضیافت پنالتی ها صوت داور حسین زاده حرکت میکنه، ضربش رو میزنه، توپ اون رو هم گرفت، حرکت میکنه قریشی، باز هم توپ رو میگیره، حرکت میکنه، ضربش رو میزنه، عالی هم میزنه به سکنج دروازه زوباهن. تراکتور پیش میافته در ضربات پنالتی. چونه چپ پای زوباهن حرکت میکنه، ضربش رو میزنه، چیپ میزنه به تیر دروازه همراه با حسین پورحمیدی و این توپ هم گل نمیشه. زوباهن حالا حرکت میکنه، ضربش رو میزنه و گل برای تراکتور. سرشاق حرکت خواهد کرد، حرکت میکنه، میزنه، این بار دیگه توپ گل میشه. پنالتی آخر بازی میشه یا ادامه خواهد داشت؟ حرکت میکنه، میزنه، پنالتی آخر بازی میشه. مطهری توپ رو وارد دروازه زوباهن میکنه و تراکتور به جام 8 تیم پایانی جام حذفی فوتبال ایران راه پیدا میکنه. تراکتور برنده این بازی میشه. بازی بسیار پرهیجانی بود، مخصوصا وقتی رفت به ضربه پنالتی بسیار جذاب هم شد. در نهایت تراکتور تونست که این بازی رو ببره به خاطر اینکه حالا حمید مطهری اومده، شاید از نظر روحی به این تیم کمک بشه و باید ببینیم که آیا این حمید مطهری در این تیم میمونه یا نه. صحبت هست که فعلا مربی موقت محمد، نظر چی؟ آیا حمید مطهری رو نگه می‌دارن و یا اینکه یحیی میاد چی میشه؟ ببین، من تجربه موقت بودن در تراکتور رو دارم. معمولا اینطوره که بهت وقت میدن که خودت ثابت کنی، اما در نهایت تصمیم گیرنده اصلی یه جای دیگه است. بیرو درفتی یه جای دیگه است. ببینید، من نمیدونم، جای امنیتی دیگه. دقیقاً. ببینید، من نمیدونم حمید مطهری میتونه موفق باشه یا نه. مطمئناً میدونیم که به عنوان کمک در پرسپولیس خیلی به کمک یحیی گل محمدی در نساجی خیلی، نمیخوام بگم بد بود یا خوب بود، یه مقدار تجربه ناموفقی داشت. حالا به نظر میرسه که برگشت تراکتور به عنوان چی؟ به عنوان کمک، یا به قول بعضی موقع آدم نمیتونه کلمه رو پیدا کنه، ببخشید، جات صاف کنه یحیی. ببینید، اما بعید میدونم اجازه بدن یحیی بیاد، همونجوری که به من اجازه ندادن برم، بعید میدونم اجازه بدن یحیی بیاد. و این سوالی که واقعا همه ما بود بپرسیم. الان این روزا ما نمیخوایم از فوتبال دور بشیم، اما وقتی که در واقع این حکم میاد که توماج صالحی باید اعدام بشه، وقتی که حکم میاد که یحیی گل محمدی نباید در فوتبال باشه، وقتی حکم میاد کریم باقری نباید باشه، این یه پیام روشن برای همه است که کسایی که در یک مقاطعی اومدن صدای مردم شدن، حالا وقت تسویه حساب. دقیقاً. و این خیلی بده. میدونی چرا میگم خیلی بده؟ یه موقع هست سری آدما میگن آقا من کار خودم رو میکنم، نیاز به پاداشم ندارم، این کار درستی که من باید این کار انجام بدم، هر اتفاقی هم بیفته، هر پیامدی هم داشته باشه، من کار خودم رو میکنم. اما همه که مثل علی دایی نیستن، که علی کریمی که نیستن که بگن خیلی خوب هر کاری میخوام بکنین ما تاوانشی میدیم. یه سری آدما منتظرن، یک سری انسانایی هستن که میگن خیلی خوب، حالا ما داریم یه چیزی میدیم، چی در قبال چی میگیریم؟ اگه قرار در قبال این چیزا، خدایی نکرده توماج صالحی اعدام بشه، چه جوابی ما بعداً به بچه‌هامون داریم بدیم؟ آدمی که اومده حرف دل مردم باشه. اگر اجازه ندن یحیی گل محمدی بیاد تو فوتبال ایران، همین یحیی گل محمدی به جواب بچه‌ش چی بده؟
بچه میگه خب بابا تو رفتی پای استادی پشت مردم دیگه، حالا چی؟ حالا تو خونه ببینید الان کریم باقری هم همینطوره. کریم باقری چه نتا بره تیمای دیگه مربیگری کنه، مورد سرپرست وایسته. اینجاست که مردم باید حواسشون باشه، یادشون نره چه آدمای چه کارهایی کردن، و این خیلی مهمه، خیلی مهمتر از فوتباله، خیلی مهمتر از فوتباله. راه نظر چیه؟ من میخوام به بازی تراکتور و تراکتور و زباهن اصلا خیلی خیلی غم انگیز بود. اینو تفلکی‌ها یک بازی رفتن، بعد الان دوباره گفتم ما زیرساخت نداریم. از اون عجیب‌تر بازی تو همه چیزشون رو بردن، کلی هم ازشون بازی شد، در ازشون گرفته بودن همه چیزشون رو بردن. بازی آلومینیوم عراق و پرسپولیس دوباره این بازی چیز داشته، جیمی جامپ داشته، اومده وحید امیری رو بغل کرده، بعدم خیلی با سلام ولی مرد بوده، ولی مرد بوده. بعد الان باید اگر که بر اساس اون قانون باشه، بعد الان انتظار داشته شون وحید امیری جریمه بشه، وحید امیری محروم بشه، بعد دیگه مردم نرن ورزشگاه، یعنی هواداره مردم نرن ورزشگاه. چرا مثلا جمهوری اسلامی بناش برای اینه که هر اتفاقی میفته اول زنا رو حذف بکنیم، یا حالا حضورشون از تو جامعه حذف بکنیم، از تو استادیوم حذف بکنیم، انقدر فضا رو تنگ بکنیم که الان زنان تو ایران جرأت نمیکنن که برن تو خیابون پیاده روی حتی، یعنی همه منتظرین که با یک پتوی ما رو بندازن توی ونو ببرن. و واقعا دردناک حکومت نظامیه دیگه، و واقعا دردناک هیچ کدوم از این بازیکنای تیمای دیگه حمایت نکردن از آقای حسینی. چرا شما مثلا واقعا تو مسیر قهرمانی استقلال اینکه یک بازی به این اهمیت دروازه‌بانش رو نداشته باشه، اصلا مسائل مالیشو بذاریم کنار، این محرومیت واسه حسینی واقعا احتیاج به یحیی رو می‌بینم. میگن یحیی حرف زده، وقتی یحیی اتفاق میفته خب فردا برام هم اتفاق میفته. اینجاست که میگم همه باید به حرف بزنن، همه، نه فقط یک نفر یا دو نفر. اما بریم سراغ بازی سپاهان که همین چند دقیقه پیش تموم شد. سپاهان با استقلال ملاسانی بازی داشت و بریم حالا گل‌های بازی رو خیلی سریع ببینیم و برگردیم راجع به این بازی هم کوتاه صحبت کنیم. این بار رو امیر رضایی ارسال در محوطه جریمه و توی دروازه، گل برای سپاهان توسط کاوه رضایی به ثمر میرسه و اونجا دروازه استقلال ملاسانی توسط این بازیکن کاوه رضایی با ضربه سر باز میشه. ببینیم آنتیک پاکفرور از روح دور و توی دروازه، چه گلی، چه گلی! شهریار یوسفی ارسال در محوطه جریمه و اعلام ضربه پنالتی به سود زردپوشان سپاهان در این صحنه اعلام میشه. به سمت چارچوب نگاه کرده، حرکت شهریار مغلو، اینم گل دوم، سپاهان 2 استقلال ملاسانی 1. بله، استقلال ملاسانی از اون تیم‌هایی که خونه نداره. بنده خدا بازی قبلی هم دوچار مشکل شده بودن برای بازی کردن توی ورزشگاه قدیر، دوچار مشکل شدن، بازی رو اجازه ندادن اونجا برگزار بشه. حالا توی فولاد آرنا بازی کردن، بازی خوب و قابل توجه ارائه دادن، اما خب سپاهان تونست بازی رو ببره در آستانه بازی با پرسپولیس. از روی ما فکر کنم خیلی به نفعشون باشه. من یه سوالوش بپرسم، چرا استقلال ملاسانی چه سنخطی داره به استقلال؟ یعنی کی هست اصلا این؟ و من واقعا سر در نمیارم. چی رفتی نداره اسم روشن استقلال دیگه. آره منطقه شونه. خب در حال استقلال، استقلال ملاسانی است. باید منطقه باشه، استقلال خود استقلال دیگه. اما در ارتباط با سپاهان من فکر می‌کنم شروع تازه است واقعا براشون. چون بدون تردید سپاهان دیگه شانسی برای قهرمانی در لیگ نداره. با شرایطی که پرسپولیس استقلال دارن، شاید خیلی کم، خیلی کم. اما این بازی واقعا شروع تازه براشونه. خیلی سخت شما بیا با یه تیم لیگ یکی اینجوری تو خونه حریف یک بکنی و دقیقاً در واقع 90 دقیقه اشتباه نکن به گل دوم برسی. و این پنالتی که شاید یه مقدار خیلی ها سوال کنه نه آقا چیه، رفتی یه تیم لیگ یکی مثلا 2-1 برده، نه اصلا نباید فراموش کنی. یک زمانی اتفاقاتی میفته که تو انگلیسی بهش میگن ترنینگ پوینت، یعنی چیزی که همه چی عوض میشه. من امیدوارم که سپاهان از این لحظه‌ای که تونستن دقیقه 90 گل بزنن و بیان بالا نهایت استفاده رو بکنن در ادامه. کار سختی دارن، اما تو این شرایط تیمی به نظرم بهترین شرایط برای سپاهان که بتونه ناکامی خودش یه جوری تو جام حذفی جبران کنه. من فقط به این نکته اشاره بکنم که داوری‌های بازی‌های جام حذفی رو ما حتما در موردش صحبت خواهیم کرد در برنامه یک شنبه، با توجه به اینکه بازی هم امروز برگزار شد و نظر درمود گلگر رو جویا خواهیم شد. هفدهمین دوره بازی های فوتسال جام آسیا که از هفته گذشته در تایلند آغاز شده بود، امروز مرحله نیمه نهایی خودش رو پشت سر گذاشت. ایران موفق شد با شکست تیم
ازبکستان به دیدار نهایی بازی‌ها بره و در برابر تیم تایلند قرار بگیره که موفق شد تاجیکستان رو در یه بازی نزدیک در ضربات پنالتی شکست بده. همکارم احسان اکبری برای تهیه گزارش از این مسابقات در بانکوک حضور داره. بریم گزارش احسان رو ببینیم. تیم ملی فوتسال ایران دقایقی قبل با پیروزی برابر ازبکستان در ضربات پنالتی برای 15مین بار به فینال رقابت‌های قهرمانی فوتسال آسیا راه یافت. بازی در نیمه اول 2-1 به سود ازبکستان تمام شد. در نیمه دوم بعد از اینکه یکی از بازیکن‌های ازبکستان برای 2 دقیقه اخراج شد، بازیکن تیم ملی ایران تونستن استفاده کنن از همون لحظات و گل دوم رو بزنن، بازی رو مساوی کنن. در نهایت ایران گل سوم رو هم زد، اما خب گل سوم رو دریافت کرد و بازی به وقت‌های اضافه رفت. در وقت‌های اضافه هم ایران یک ضربه پنالتی رو از دست داد که در نهایت باعث شد که بازی به ضربات پنالتی کشیده بشه و در ضربات پنالتی ایران با درخشش باقر محمدی دروازه‌بان تیم ملی ایران تونست 2 ضربه رو مهار کنه باقر محمدی و ایران در نهایت فینالیست رقابت‌های فوتسال قهرمانی آسیا جام آسیایی تایلند شد. حالا تیم ملی فوتسال ایران روز یکشنبه برابر تایلند میزبان قرار خواهد گرفت. تایلند تیمیه که ما در سال 2008 در همین شهر بانکوک تایلند تونستیم شکستش بدیم و اون سال 2008 تونستیم قهرمان بشیم. در اون دوره وحید شمسایی بهترین گلزن مسابقات و بهترین بازیکن جام لقب گرفت. حالا اما وحید شمسایی در قامت سرمربی تیم ملی داره تیم ملی رو به سمت 13مین قهرمانیش هدایت میکنه. یکی از شاید تفاوت‌های این دوره نسبت به دوره‌های قبلی این که سطح تیم‌های رقیب خیلی بالا رفته. درسته که ژاپن حذف شد، خیلی زود از مسابقات حذف شد، اما سطح مسابقات بسیار بالا رفته و تیم‌ها بسیار به هم نزدیک هستند شرایطشون و تونستن رقابت تنگاتنگ رو با هم داشته باشن. از بین 6 تیم برتر آسیا 5 تاشون از منطقه آسیای میانه و کافا هستن. این خیلی نکته جالب و جذابیه. ضمن این که باید اشاره بکنم که روز یکشنبه علاوه بر اینکه دیدار فینال برگزار میشه، یک بازی مهم هم برای فوتسال افغانستان است. افغانستان اونجا شانس این رو داره که با غلبه بر قرقیزستان برای اولین بار سهمیه حضور در جام جهانی رو به دست بیاره. بله، فوتبال در واقع فوتسال ایران یک بار دیگه به فینال رفت، 12 بار ایران قهرمان شده. امیدواریم که نتیجه خوبی رو در مقابل تایلند در فینال بگیرن، اگرچه در نیمه نهایی به سختی تونستن که ازبکستان رو ببرن. سال 2008 همونطور که احسان هم اشاره کرد 4-0 ایران در فینال تونسته بود که تایلند رو ببره. بریم سراغ فوتبال دوباره. فوتبال ایران بار دیگه در سطح بین‌المللی خبرساز شد، اما همونطور میتونید حدس بزنید دلیل اون اتفاق مثبتی نیست، بلکه به خاطر برخورد عجیب و باور نکردنی با حسین حسینی دروازه‌بان ملی پوش استقلال بود. کسی که به خاطر در آغوش گرفتن یک هوادار در بازی آلومینیوم استقلال که به درون زمین پریده بود، حالا باید به حکومت و طرفداراش همه جوره جواب پس بده. موضوع به هر شکل اونقدر از ذهن به دوره که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشته. در همین مورد نظر علیرضا مرزبان مربی فوتبال رو جویا شدیم. ابتدا بریم صحبت های ایشون رو بشنویم، بعد رها در استودیو راجع به این بازتاب ها میگه. مبارزات زن ستیزانه جمهوری اسلامی ادامه داره. جمهوری که با یک ایدئولوژی در واقع تخریب کننده، یک ایدئولوژی دیکتاتوری وارد جامعه ایران شده. ایدئولوژی که زن ستیز هست، ایدئولوژی که دختر ستیز هست، جمهوری و دیکتاتوری که سالیان سال مشکل داره با زنان ایران، با مبارزه زنان ایران، چون زنان ایران، دخترای ایران در صف اول مبارزه علیه دیکتاتوری ایستادن و اجازه نمیدن حقوق و کرامت انسانیشون از بین بره. حسین حسینی دروازه‌بان استقلال سمبول بزرگی شد برای این مبارزه، جایی که یک دختری که طرفدار این تیم بود، طرفدار تیم استقلال بود، وارد زمین شد، با آزادی بزرگ روسری رو از سر برداشته بود و حسین حسینی با تمام شهامتی که داشت سعی کرد که از این دختر حفاظت کنه، چون گارد ویژه با اون باتومای بزرگ خودشون دنبال این بودن که به این دختر صدمه بزنن. این وحشی‌ها سعی داشتن به این دختر صدمه بزنن.
ولی وقتی که سید حسین حسینی با تمام وجود خودش، با تمام انسانیت خودش از این دختر حفاظت کرد و اجازه نداد که دست یگان ویژه به این دختر برسه، حالا به اونجا رسیدیم که علیه حسین حسینی اعلام جرم شده. جرم حسین حسینی چیه؟ دفاع از حرمت انسانی، از شرافت انسانی، دفاع از دختران وطن خودمون، دخترایی که با تمام وجودشون از آزادی دفاع میکنن، دخترانی که راه نیکا شاکرمی رو دارن میرن، اعتقاد به آزادی دارن. هیچ موقع پرچم مبارزه رو ما نمیتونیم زمین بذاریم. در کنار کرامت انسانی و حقوق انسانی باید همیشه یادمون باشه که ما یک جامعه متحد باید داشته باشیم که علیه این دیکتاتوری بایستیم. حسین حسینی با اقدامی که کرد نشون داد که ورزشکارای ما شهامت اینو دارن در مقابل دیکتاتوری بایستن. و اینکه دفاع میکنه از دختری که روسری از سر برداشته و اعلام مبارزه میکنه، اینو نشون میده که ما سرفراز میتونیم باشیم چون انسانهای قوی در ایران داریم. به امید و آرزوی به تحقق رسیدن انقلاب مهسا. زن، زندگی، آزادی. بله، تحت تاثیر حکومتی ها و رسانه های حکومتی دوباره جریمه دیگه نصیب حسین حسینی شد. بریم با رها همراه بشیم، بیشتر برامون توضیح. رها با تو هستی. ممنونم. حسین حسینی کاپیتان استقلال دوباره به خاطر گفتن این 300 تومن رو میپردازم فدای سر اون هوادار خانم جریمه و محرومیت تعلیقیش هم اجرایی شد. خبرگزاری فارس بلندگوی طیف موسوم به ارزشی هم پس از این حرکت انسانی حسینی تهدید کرده بود این ماجرا منجر به محدودیت ورود زنان به استادیوم میشه. محدودیتی که به نظر میرسه در حال عملی شدن باشه، چرا که امروز ورزشگاه عراق بدون حضور هواداران زن میزبان دیدار آلومینیوم و پرسپولیس بود. بازگشت ممنوعیت ورود زنان به استادیوم ها دامن تراکتوری ها را هم گرفت و مسابقه تراکتور و زوباهن به دلیل نواقص ورزشگاه سهند اجازه میزبانی از زنان را پیدا نکرد. بازگشت به دوران زیرساخت نداریم، پس زنان رو راه نمیدیم. بلافاصله پس از حمایت کاپیتان استقلال از هوادار زن بدون حجاب اجباری استارت خورده. ممنوعیتی ناعادلانه، خلاف عقیده و خواست جمعی هواداران فوتبال که به بهانه حفظ امنیت و شأن اونها در حال حذف شدن دوباره از ورزشگاه هستن. چرا میگیم خلاف عقیده هواداران؟ میخوام در ادامه با ما بخشی از صحبت‌های هواداران رو ببینید و برگردیم. یخ کردیم و از بانوان عزیز میشنویم. خیلی زودتر میذاشن که ما خانوما بیاییم و تیممون رو حمایت کنیم و تشویق کنیم. آذربایجان گستاری! شهیدانی دون گستاری! آذربایجان گستاری! بیشتر بذارم برای بانوان. امیدوارم ادامه داشته باشه این اتفاقای خوب، تداوم داشته باشه، محدود نباشه، ادامه دار باشه، آخرین بار نباشه، بشین برای همیشه این تبعیض برداشته بشه. اما آبروزی این حکم محرومیت کاپیتان استقلال در رسانه‌های جهان از مارکا گرفته تا آئس بازتاب گسترده‌ای داشته. این رسانه‌ها به اجباری بودن حجاب در ایران اشاره کردند و دلیل محرومیت حسینی رو به نداشتن حجاب اجباری هوادار زن مرتبط دونستن. اوله مشهورترین رسانه ورزشی آرژانتین نوشته در آغوش گرفتن زنان توسط مردان در ایران اسلامی ممنوعه و گلر استقلال بابت این کار $4,300 جریمه شده و دیلی میل هم نوشته دروازه‌بان ملی‌پوش ایرانی به دلیل شکستن قانون اسلامی در آغوش نگرفتن نامحرم £3,800 جریمه شده. سان دیگر رسانه‌ای که به این محرومیت پرداخته گلر ایرانی به دلیل بغل کردن هواداری که حجاب نداشت محروم و جریمه شد. اما این موج بازتاب تنها مختص به رسانه‌های جهان نبود. افراد مشهور ایرانی هم کنار کاپیتان استقلال ایستادن، از پیمان معادی و امیر جعفری گرفته تا کوروس و ابی خواننده، همگی از این حرکت انسانی حمایت کردند. جمهوری اسلامی و مسئولان فدراسیون که مدرک دکترای ظلم به زنان ایران رو در تالار افتخاراتشون قاب گرفتن هنوز متوجه نشدن که زنان ایرانی مبارز به دنیا میان و حذف شدنی نخواهند بود. در پایان میخوایم باز هم این حرکت شایسته تقدیر کاپیتان استقلال رو با هم تماشا کنیم.
نظر هواداری توی ورزشگاه هم شنیدیم، فکر می‌کنم که نظر خیلی از هموطنانمون هم همین باشه. واقعا صحنه‌های عجیب و باور نکردنی در ورزشگاه اتفاق افتاد و حسین حسینی حالا به خاطرش باید هم یه بازی رو از دست بده، هم 330 میلیون تومان جریمه بشه که البته برشکل کلا گفت که پذیرفته و مشکل با این قصه نداره، ولی خب دوباره هم جریمهش کردن. رسانه‌های حکومتی دستبردار نیستن. محمد، این که از خارج خود فوتبال، در حال فوتبال یه بدنه داره، از خارج اون یه سری افراد میان فشار میارن به فدراسیون فوتبال و کمیته های مختلفش که در مورد یه فوتبالیست اینجوری اعلام حکم بکنه، فکر می‌کنم اصلا پذیرفتنی نیست. بذار ابتدا در مورد حسین حسینی بگیم که واقعا من بهش افتخار می‌کنم، نه به عنوان استقلالی، به عنوان یه فوتبالیست کاپیتانی که وظیفه‌اش خیلی خوب بلده. ببین در فوتبال کسایی که هوادار هستن جزء تیم حساب میشن و کاپیتان وظیفه داره از همه بازیکن‌ها، هوادارام، هر کسی که وابستگی به تیم داره حمایت کنه. حسین حسینی رفت جلو، اون دختر بهش پناه آورد، رفت سمتش که اونا نگیرنش. منم اگه بودم، من اینجا دوستای انگلیسی هستن تو در فوتبال رایتر اسوسییشن با من تماس گرفتن، گفتن آقا فکر نکنم بیشتر از 3 ثانیه شده باشه. گفتم برای 3 ثانیه اونا فکر می‌کنن قانون هست. این قانون غیر انسانی است. اصلا قانون چیه؟ این قانون وجود نداره که شما اگه توی یه جایی یه نفر دارن می‌کشن، یه دختر یه زن به شما پناه میاره، به شما رو می‌چسبه، شما میگی نه یا من نامرم بگن تو رو بکشن. اصلا نحوه برخورد اون نیروی انتظامی رو دیدیم با چه در واقع شرایط اصلا خودشون مصبر کردن. این پیش خودش تصور کنن، من تو خیابون وایسادم، یه خانم به من پناه میاره، میاد منو میگیره، من میگم نه یا برو بکشن، باید ازش حمایت کنم دیگه. ببین این یه موضوعه. موضوع دوم اینه که من یکی از دوستام که خیلی فوتبال دیست نویس قدیمی، اجازه بدین که اسمش نیارم، چند وقتی شده داشتیم صحبت میکنیم، من گفتم آقا شما چرا اینقدر این موضوع رو گنده کردین؟ گفتم وظیفه یه تلویزیون رو بگه. گفت نه، اینا یه بهانه‌ای میشه که اجازه ندن زنا تو استادیوم بیاد. این اتفاق افتاد، اما ما باید بگیم زنها، خانوما باید بدونن که این یه جنگه، این جنگی نیست که این حق رو به شما، باید بگیرین حقتون رو. برای اینکه این خانوما، این زنهای ایرانی حقشون رو بگیرن، باید مردای ایرانی حمایت کنن، باید اجازه ندن که به این راحتی بیان هر کاری دوست دارن بکنن، یک نیروی خارج از دنیای فوتبال بیاد فشار بذاره که زنها نیان تو استادیوم. و اینجاست که سوال بزرگ میشه که میگن قانون قانون قانون. ما باید به این آدمایی که در خارج هستن بیشتر به اینا بفهمونیم که این قانون غیر، این اصلا قانون نیست. مطمئنا AFC و فیفا هم باید متوجه باشن که نیروهای خارج از فوتبال دارن فشار میارن به ارکان قضایی فدراسیون فوتبال ایران که بیان چنین حکمایی رو صادر کنن. ببین مزدک جان، شما میدونی رهام میدونی اینجا شما اجازه ده، من اینجا تمام دورهای مربیگی رفتم میدونم، شما اجازه نداری یک بچه‌ای که با شما داره کار میکنه، شما اجازه نداری بهش دست بزنی، اجازه نداری. ولی تو این مسابقات میبینی یه بچه میدوه، مثلا حالا مسی، رونالدو، هر بازیکن دیگه، به سمت بازیکن بغلش میکنه، آیا برام بگیرم بگن آقا شما ببخشید پدوفیلی هستی، چرا این بچه رو بغل کردی؟ آیا اصلا اون ذهن، اون شرایط اصلا به ذهن یک آدمای انقدر میتونم بگم فاسد میتونه خطور کنه که فاسده کلا، که اون لحظه این فکر به ذهنش بیاد؟ واقعا این فسادی که در ذهن اوناست، تا خودشون این فکر رو نکنن، من باز قصه بی‌ادبی ندارم، اما واقعا نمیتونم چیزی نگم. کسی که تو ذهنش این چیزاست، اینجوری برداشت میکنه، وگرنه کسی که سالم باشه که اینجوری برداشت نمیکنه که. واقعا این موضوعی که باید بهش پرداخته بشه، زنها بجنگن، خانمای ایرانی بجنگن، ماها مردای ایرانی پشتشیم، خیالشون راحت باشه. صراحتا خبرگزاری فارس نوشته بود که باعث محدودیت‌های جدید میشه برای ورود زنان. بعد که حسینی اومد گفتش که اشکالی نداره، معنی نمیدونم، به کمیته اخلاق مستقیما نوشته بود که این جریمه که شما کردین فایده ای نداشت، این همچنان داره کرنش میکنه و اصلا فایده ای نداشت، باید جریمه بیشتری بشه که اونم انجام تاثیر بود. آره اونم دقیقاً فردا شما دادن حکم دادن که خب شما دور خیلی با فاصله کم این کارو انجام دادن، یعنی نگذاشتن که اصلا یکی دو روزم بگذره. معمولا رأی کمیته مختلف فدراسیون فوتبال از جمله کمیته اخلاق خیلی خیلی طول میکشه تا صادر بشه، اما در این مورد خاص خیلی سریع دست به کار شدن و در واقع مهرشون دم دستشون بود و تونستن که این رأی رو صادر بکنن. این هفته بازی جام حذفی برگزار شد، لیگ برتر تعطیل بود، اما هفته 25 لیگ برتر قراره که سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده برگزار بشه. سه‌شنبه 11 اردیبهشت شمس‌آذر در قزوین میزبان تیم پیکان. بقیه بازی‌ها همشون چهارشنبه 12 اردیبهشت برگزار میشه. تراکتور یکی از مهم‌ترین بازی‌ها میزبان استقلال، این بازی خیلی خیلی مهمه. مثل رفسنجان با گلگهر بازی می‌کنه، زبان نساجی استقلال خوزستان و ملوان، آلومینیوم عراق و
فولاد خوزستان با هم بازی میکنن و در آخرین بازی فینال گونه در ورزشگاه آزادی برگزار میشه، پرسپولیس مقابل سپاهان قرار میگیره که بسیار بسیار تعیین کننده خواهد بود. ما در برنامه یک شنبه راجع به بازی جام حذفی چیزی که باقی مونده صحبت میکنیم، راجع به داوریاش صحبت میکنیم و همینطور به استقبال بازی های هفته آینده لیگ برتر میریم که راجبش صحبت کردیم. به لحظات پایانی این برنامه رسیدیم. ممنون که ما رو تا به این لحظه همراهی کردید. یک شنبه ساعت 11 شب به وقت تهران بازم همراه شما خواهیم بود و همونطور گفتم بخش مختلفی داریم که تقدیمتون خواهد شد. تا یک شنبه بدرود.